جنایات صدام دیکتاتور سابق عراق در حق کردهای فعلی به جرم شیعه و ایرانی بودن فقط به سلب حق شهروندی و بیرون راندن ایشان از عراق محدود نمی شود. اعدام بیش از 20 هزار جوان از کردهای فعلی در آمارهای رسمی نهادهای بین المللی و عراقی ثبت شده است. پس از سقوط دولت صدام در عراق گورهای های دست جمعی فراوانی از جوانان شیعی کردهای فعلی کشف شد که فقط یک نمونه از نسل کشی شیعیان توسط صدام دیکتاتور سابق عراق است. شیخ جاسم محمد علی از روحانیون شیعه عربستانی گفت حکومت آل سعود با ارائه امتیازاتی به یک منطقه و بی تفاوتی نسبت به منطقه دیگر به تبعیض فرق گرایانه بین ساکنان شیعه دو شهر قطیف و احسا افزوده است. ایشان در ادامه گفت رژیم سعودی از آغاز جنبش مردمی در منطقه شرقیه به شدت تلاش کرده ساکنان احسا را مردمی مسالمت آمیز و هماهنگ با سیاست دولت و بدور از روحیه انقلابی معرفی کند. شیخ جاسم افزود حکومت سعودی به دلیل وجود منابع آبی و اقتصادی و حاصل خیز بودن شهر احسا و همچنین در خط تماس بودن این شهر با کشورهای حاشیه خلیج فارس قصد دارد با سیاست تفرق افکنی میان شیعیان دو شهر قطیف و احسا و تبعیز فرق گرایانه سیطره خود بر شهر احسا را گسترش دهد.